Barcelona مجدد خدمت بینندگان عزیز جوناس تیوی، صحبت خودم را در مورد بازگشایی مدارس و اول ماه مهر شروع می کنم. هموطنان عزیز، به مناسبت اول ماه مهر میلیون ها دانش آموز دوباره راهی مدرسه می شوند. البته تعداد مدارس به علت تغییر ترتیب سنی جمعیت کاهش یافته است. 10 سال پیش حدود 11 میلیون دانش آموز در کشور وجود داشت و اکنون این 19 میلیون دانش آموز در کشور وجود داشت و اکنون این رقم به 11 میلیون کاهش یافته است. در میان این 11 میلیون دانش آموز، اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزانی هستند که زبان مادریشان فارسی نیست. کسانی که برای اولین بار قدم به مدرسه می‌گذارند و زبان مادریشان زبان فارسی نیست، رفتن به مدرسه توأم با اضطراب، دلهوره و بیگانگی از محیط می باشد. فراموش نکرده ایم کودکانی که با گریه و زار از مادر جدا می شوند تا در کلاس درس حاضر بشوند. اگر برای کودکان فارس زبان رفتن به مدرسه به معنای پیدا کردن دوستان جدید و یاد گرفتن چیزهای جدید هست، برای اغلب کودکان غیر فارس زبان رفتن به مدرسه به معنای دور شدن از فرهنگ ملی و فراموش کردن زبان مادری است و این بسیار دردآور است و در زندگی و روانشناسی کودک تأثیرات بسیار مخربی به جا می‌گذارد. در هر صورت اکنون 37 سال از حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران می گذرد. هرچند که اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی آموزش زبانهای محلی را به رسمیت می شناسد، ولیکن حاکمان جمهوری اسلامی با نگاه امنیتی به مسئله آموزش و زبان تا به امروز از اجرای این اصل قانون اساسی خودداری کردند و کار را به جای رساندند که حتی دادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی نه تنها آموزش به زبان فارسی بلکه آموزش زبان فارسی زبان غیر فارسی را نیز تهدیدی برای زبان فارسی می داند. گویا از نظر او زبان فارسی زمانی می تواند موجودیت خود را حفظ کند که سایر زبانها به زور از بین بروند. این مسئله اعتراف تلویحی به ناتوانی زبان فارسی در مبارزه آزاد برای حفظ خود و تکامل فرهنگیش می باشد. در هر صورت بسیاری از طرفداران آموزش به زبان فارسی در تمام مدارس ادعا می کنند که کشور به یک زبان رابط و زبان مشترک و زبان ملی احتیاج دارد. ما در گذشته بارها صحبت کرده ایم و نشان داده ایم که زبان فارسی زبان ملی همه ایرانیان نیست. در ایران ملت‌های مختلفی زندگی می‌کنند و هر کدام زبان ملی مستقلی دارند، مثل ترک‌ها، عرب‌ها، کرد‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها و خیلی‌های دیگر. بنابراین زبان فارسی زبان ملی فارس‌هاست، نه زبان ملی همه کسانی که در ایران زندگی می‌کنند. این زبان مشترک ساکنان ملت‌های مختلف در ایران نیست نمی باشد، زیرا
زبان مشترک به معنای این است که این زبان از زبانهای دیگر نیز در درون خود داشته باشد، یا به طور کلی از ترکیب زبانهای مختلف به وجود آمده باشد و به نوعی زبانهای موجود در آن سهم مشخصی را به عهده بگیرد. اگر برفرض 10 لهجه مختلف زبان فارسی فارسی را زبان مشترک خود بداند، حرفی به جزاف گفته نشده است. زبان مشترک، زبان فارسی زبان مشترک کسانی است که به لهجه های مختلف فارسی حرف میزنند، مثل زبان تاجیکی، مثل زبان دری افغانی و مثل زبان یزدی و چنین، که در واقع زبان مشترک فارسی زبان مشترک فارسی زبان هاست که به لهجه های مختلف آن زبان صحبت می کنند، نه زبان مشترک ترک و فارس با هم، یا ترک و عرب و کرد و ترکمن و بلوچ با هم. بنابراین زبان فارسی نه زبان ملی همه ایرانیان است، زیرا در ایران ملت‌های مختلفی زندگی می‌کنند. زبان مشترک همه ایرانیان هم نیست، بلکه زبان مشترک فارسی زبان هاست، کسانی است که به لهجه‌های مختلف فارسی حرف می‌زنند. و زبان ارتباطی، زبان ارتباطی نیست، به خاطر اینکه این زبان یک زبان تحمیلی است و اختیاری نبوده و ملت‌های مختلف به دلخواه خود آن را به عنوان زبان ارتباطی بر نگزیدند، بلکه به زور آموزش اجباری زبان فارسی در مدارس آن را در جایگاه زبان ارتباطی گنجاندند. از این حقایق که سالهاست تکرار می شود بگذاریم. ببینیم چگونه یک زبان رشد می کند و چگونه زبان ارتباطی به وجود می آید. برای آشنایی بهتر با پیدایش زبان ارتباطی می خواهم تاریخچه مختصری از بین‌المللی شدن و ارتباطی شدن زبان انگلیسی را برای شما توضیح بدهم. زبان انگلیسی امروز که حدود 2 میلیارد نفر از ساکنان کره زمین کم و بیش با آن آشنا هستند و صحبت می کنند، 2000 سال پیش زبان بومی قبایل ساکن در دانمارک بوده است. تکرار می کنم، زبان انگلیسی که امروز ما میشناسیم به صورت اولیه، 2000 سال پیش زبان بومی قبایل ساکن در دانمارک بوده است. در آن زمان وایکینگ ها در شمال اروپا نیروی قدرتمندی بودند. وایکینگ ها جزایر شمال انگلستان را تصرف کردند و با خود زبان انگلیسی را به ایرلند، اسکاتلند و ایسلند بردند و طی زمان 5 لهجه مختلف از زبان خود را در جزایر متعدد انگلستان امروزی رواج دادند. نزدیک به 50% از لغات انگلیسی ریشه فرانسوی دارند. بین لکه درست 1000 سال پیش ساکنان جزایر انگلستان تحت حاکمیت نورمن‌های فرانسوی، انگلیسی یک زبان شفاهی بود و در سایه زبان فرانسه که زبان حاکمیت بود به بقای خود ادامه میداد. وارد شدن لغات فرانسوی
به زبان انگلیسی در دوره تسلط نورماندی ها به جزایر رتوبی یا انگلستان امروز انجام گرفته است. یا زبان انگلیسی اولیه که از دانمارک آمده بود با وام گرفتن از لغات فرانسوی خود را کامل کرده و به یک زبان زنده تبدیل شده است. در هر صورت زبان انگلیسی توانست خود را ارتقا دهد و به یک زبان قدرتمند تبدیل شود. هزار سال پیش هیچ کس فکر نمی کرد که زبان بومیان دانمارک روزی زبان بین‌المللی زبان و زبان ارتباطی تمام جهانیان بشود. اما امروز می بینیم که زبانی که به زبان شکسپیر معروف شده است، یعنی انگلیسی، از زبان دانته در ایتالیا، زبان مولیر در فرانسه، زبان گوته در آلمان، زبان سروانتس در اسپانیا و زبان پوشین در روسیه پیشی گرفته و به زبان اول دنیا از نظر مکالمه و ارتباطاتی تبدیل شده است. هرچند در وجود نویسنده و نابغه به نام پوشکین، به نام شکسپیر، شک تاریخی وجود دارد. زبان انگلیسی به زبان شکسپیر معروف است، زیرا در نمایشنامه‌های متعدد شکسپیر کامل شده و به ما رسیده است. بسیاری از محققین معتقد هستند که نویسنده نابغه‌ای به نام شکسپیر در تاریخ وجود نداشته. هنرپیشه تئاتر به نام شکسپیر وجود داشته، ولی نمایشنامه‌های او توسط افراد دیگر نوشته شده. از جمله گفته می شود که ردپای زن او در این نمایشنامه ها پیداست و بخشی از این نمایشنامه ها و درام های تاریخی را که اکنون در دنیا بی‌رقیب شدند او نوشته است. در هر صورت در مورد اینکه چه کسی نمایشنامه های اعجاب انگیز انگلیسی را نوشته است، اختلافات جدی در میان مورخین وجود دارد. به همین جهت یک لطیفه تاریخی نیز وجود دارد. از یک انگلیسی حاضر جواب پرسیدند و به او گفتند که نمایشنامه های معروف انگلیسی را شکسپیر ننوشته است. و اساساً وجود تاریخی نویسنده نابغه به نام شکسپیر مورد تردید هست و انگلیسی خونسرد با همان خونسردی جواب داد: عیب ندارد، کسی که این نمایشنامه ها را نوشته ما او را شکسپیر می نامیم. در هر صورت زبان شکسپیر یا زبان انگلیسی اکنون زبان ارتباطی در دنیا شده است. یکی از علل ارتباطی شدن این زبان ساده بودن آن بوده است. انگلیسی شکسپیر پیچیده تر بود ولی بعداً ساده تر شده و عام فهم گردیده است. می دانیم که یادگیری زبان برای بزرگسالان مشکل است و بزرگسالان وقتی زبان دیگری را یاد می گیرند اغلب لغاتی را به خاطر می سپارند که کاربرد روزمره دارد و در زندگی روزمره به کار می آید. با اندکی دستور زبان برای جمله بندی و ترکیب کلمات
زبان انگلیسی نیز توسط مهاجران متعدد عملا ساده شده و به صورت امروزی در آمده است. فرق بین انگلیسی آمریکایی و انگلیسی خود بریتانیای کبیر جزیره انگلستان از اینجا ناشی می شود که در قرون 17 و 18 هنگامی که میلیون ها اروپایی از فرانسه، انگلستان، آلمان، ایرلند، ایتالیا، یونان و سایر کشورهای اروپایی و لهستان به آمریکا مهاجرت کردند، زبان همدیگر را نمی فهمیدند و مجبور بودند یک زبان ارتباطی بین خود داشته باشند. نظر به اینکه بخش عمده آمریکای شمالی در آن زبان در آن زمان مستعمره انگلیس بود و زبان انگلیسی زبان اداری آن منطقه محسوب می شد، لذا تازه واردین سعی کردند انگلیسی را تا اندازه‌ای برای رفع احتیاجات روزمره خودشان یاد بگیرند. به همین جهت انگلیسی آمریکا ساده تر و عام فهم تر شد و به صورت امروزی در آمد. موقعی که انگلیسی ساده تر و به اصطلاح آسان تر برای یادگیری شد، توانست توسط مهاجرین دیگر حتی از خود قاره آمریکا فراتر برود و جهانی شود. در قرن 19 تلاش برای پیدا کردن یک زبان ارتباطی به صورت بسیار جدی مطرح شده بود. حتی یک کشیش باواریایی در آلمان کوشید با ترکیب لغات آلمانی، فرانسوی و انگلیسی زبان جدیدی اختراع بکند و آرزو داشت که این زبان ارتباطی بین المللی در دنیا شود. اما زبان پولاک او اختراع کرده بود توسط رقیبش یعنی زبان اسپرانتو از بین رفت. اسپرانتو زبان بسیار ساده است و قواعد آن را می توان در نصف روز یاد گرفت و بسیاری در قرن 19 تلاش می کردند اسپرانتو یاد بگیرند و با دیگران به وسیله این زبان ارتباط برقرار کنند. دانستن یک زبان اروپایی برای فهم و صحبت به زبان اسپرانتو کافی بود. اما زمانی که اسپرانتو میخواست زبان ارتباط بین المللی شود، زبان انگلیسی به علت گستردگی مستعمرات بریتانیای کبیر عملا زبان بین المللی و زبان ارتباطی در دنیا شده بود. به این جهت اسپرانتو به جای رشد و توسعه به سرعت عقب نشینی کرد و اکنون فقط در محافل دانشگاهی و در میان زبانشناس ها از این زبان صحبت به میان می آید. انگلستان و زبان انگلیسی از قرن 19 به بعد جایگزین زبان اسپرانتو و سایر زبانهایی که قصد جهانی شدن داشتند گردید. زبان انگلیسی یعنی همون زبانی که 2000 سال پیش زبان بومیان دانمارک بود، زبانی که 1000 سال پیش تنها در سایه زبان فرانسه به زندگی خود ادامه میداد، اکنون زبان 2 میلیارد نفر از ساکنان کره زمین است و به زبان سیاحت، تجارت و سیاست تبدیل شده است.
تا اوایل قرن بیستم زبان دیپلماتیک همچنان فرانسه بود و مقابل نامه های بین المللی به زبان فرانسه نوشته می شد. برای اولین بار آمریکایی ها بعد از جنگ اول جهانی اصرار کردند و به درخواست وودرو ویلسون قرارداد ورسای به زبان انگلیسی نوشته شد و به این ترتیب زبان انگلیسی زبان دیپلماتیک جنگ اول جهانی انتخاب کردید. از اون به بعد فرانسه جای خود را به زبان انگلیسی داد و در حال حاضر قراردادهای بین المللی به هر زبانی نوشته شوند نسخه ای از آن به زبان انگلیسی نوشته می شود، زیرا انگلیسی زبان دیپلماتیک نیز شده است. رونق اقتصادی بریتانیا بعد آمریکا در ارتقای این زبان نقش جدی بازی کرده است. همه زبانشناسا اعتقاد دارند که کلیه زبانها امکان پیشرفت و تکامل و تبدیل شدن به زبان آموزشی را دارند با یک شرط، و شرط آن است که زبان مورد نظر پشتوانه سیاسی داشته باشد. زبانی که سیاست از آن حمایت نکند نمیتواند دوام داشته باشد. به همین جهت تمام ملت‌هایی که زبانشان به نامی به بهانه‌ای یا به دلیلی غیرقانونی شده، غیر رسمی شده یا ممنوع شده است می‌کوشند تا آن را به صورت زبان رسمی در بیاورند. هم‌اکنون در دنیا 6000 زبان وجود دارد. 90% این زبان‌ها متکلمین محدودی دارند و کمتر از 1 میلیون نفر به آن زبانها حرف می زنند. حتی تعداد بعضی از زبانها، کسانی که به بعضی از زبانها صحبت می کنند، از چند صد نفر تجاوز نمی کنند. در خود ایران مسئله زبان خلجی نمونه مشخصی است. خلجها در 22 روستای بین قم و قلپایگان زندگی می کنند که منطقه خلجستان نام دارد. خلج ها از قبایل اولیه ترک هستند که از آسیای میانه به این منطقه آمده و بعداً فراموش شدند. در جنگ ملازگرد محمود کاشغری از حضور 24 قبیله ترک صحبت می کند. ترک شناسان و زبانشناسان 22 قبیله را با نام و نشان می شناختند ولی 2 قبیله را نمی یافتند. تا اینکه مینورسکی در جنگ جهانی که در ایران در سفارت روسیه در کنسولگری روسیه کار می کرد و شرق شناس بود، موفق شد زبان خلجی را در خلجستان پیدا بکند و اعلام بکند که 2 قبیله از ترک ها که در جنگ ملازگرد شرکت داشتند خلج ها هستند. اکنون به علت اینکه خلج ها توسط در واقع جماعت و مردم فارس زبان احاطه شده اند، زبانشان تحلیل رفته و بسیار محدود شده است، در حالی که زبان خلجی یکی از شاخه های اصلی ترکی اولیه است. در هر صورت 90% از زبان هایی که در دنیای امروز وجود دارند متکلمین محدودی دارند و اغلب زبان های شفاهی هستند. حد زده می شود و زبانشناسان استدلال می کنند
که تا پایان قرن 21 همه زبانهای کوچک از بین خواهند رفت و تنها 10% زبانهای موجود در دنیا باقی خواهد موند. یعنی در پایان قرن 21 به جای 6000 زبان امروزی ما 600 زبان به صورت ساده شده ولی گسترده شده خواهیم داشت. زبانهایی که قدرت انطباق با شرایط زمانی را دارند، زبانهایی که می توانند خود را نوسازی بکنند، زبانهایی که متکلمین زیادی دارند و در مقابل زبانهای دیگر مقاومت می کنند، به بقای خود ادامه خواهند داد. در میان این زبانها که در حال رشد است، زبان ترکی نیز قرار دارد. زبان ترکی در حال حاضر توسط بیش از 300 میلیون نفر متکلم به کار می رود. زبان رسمی 7 کشور متعدد است. این 7 کشور البته شاخه های مختلف زبان ترکی را صحبت می کنند، مثل آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، کازاخستان، قبرس شرقی، ترکیه. در هر حال اینها هر کدام زبان در واقع لهجه های متعدد یا شاخه های متعدد زبان ترکی را به کار میبرند و همدیگر را میفهمند. زبان ترکی ضمناً یکی از زبانهای رسمی اروپایی نیز شده است. همکنون کالاهایی که در اروپا تولید می شود در بروشور همراه آن که نحوه استفاده از آن کالا را توضیح می دهد حتما به زبان ترکی نیز توضیح داده شده است. یا کالاهایی که در چین و یا در هندوستان برای مصرف در اروپا تولید می شود، کالاهای برقی، الکترونیکی و مکانیکی، متعهد هستند و مجبور هستند بروشور استفاده از آن کالا را به زبان ترکی نیز بنویسند و در بسته‌بندی آن کالا قرار بدهند. در هر صورت بعضی از زبانها مثل زبان ترکی در حال رشد است و به طور مشخص در آسیای مرکزی جای زبان روسی را می‌گیرد. زبان روسی در آسیای مرکزی در حالت پسرفت قرار دارد، در حالی که در گذشته زبان مسلط و زبان عموم تلقی می‌شد. در این رابطه مسئله زبان رابط در ایران مورد بحث جدی در میان طرفداران تدریس زبان مادری و تدریس زبان فارسی برای همگان می باشد. ایران یکی از اعضای اولیه سازمان ملل متحد و از اعضای اصلی شاخه علمی و آموزشی آن، یعنی سازمان یونسکو بوده است. دولت ایران همچنین مصوبات یونسکو و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد ضرورت آموزش به زبان مادری را نیز امضا کرده است. ولی متاسفانه مثل بسیاری از موارد دیگر به تعهدات بین المللی خود عمل نمی کند و طی 37 سال گذشته حتی از اجرای قانون اساسی خود جمهوری اسلامی نیز خودداری کرده است. آنچه که در ایران به صورت سیاست رسمی آموزشی دنبال می شود آشکارا سیاست اسیمیلاسیون فرهنگی است، نوعی ژنوساید فرهنگی توسط دولت در میان ملت‌های غیر فارس ایرانی اعمال می شود.
وزیر آموزش پرورش دولت احمدی نژاد اعلام کرده بود که 70% دانش آموزان زبانشان زبان فارسی زبان دومشان هست. یعنی بیش از 70% دانش آموزان در مدارس ایران غیر فارس هستند و زبان فارسی زبان دوم آنهاست، نه زبان مادری آنها. آمارها و تحقیقات متعددی نشان می‌دهد که آموزش به زبان مادری در پیشرفت کودک نقش اساسی را بازی می‌کند. به عنوان مثال، طبق آمارهای رسمی دولتی، در میان کسانی که در کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه‌های دولتی شرکت می‌کنند، در مقابل هر 100 فارس زبان تنها 60 داوطلب غیر فارس زبان می‌تواند از سد کنکور بگذرد و وارد دانشگاه شود. این اختلاف در واقع محل و مرتبه علمی باعث می شود که به تدریج غیر فارس ها به ملتی تبدیل شوند که نخبگان سیاسی و تحصیل کردگان کمتری دارد، به ملت فقیر در مقابل ملت قوی و ثروتمند تبدیل می شوند و نارضایتی نیز از همینجا سرچشمه می گیرد. آمار بیسوادان در مناطق غیر فارس به صورت وحشتناکی بالاست. بیسوادی در بلوچستان رتبه اول را دارد و بلافاصله بعد از آن آذربایجان غربی در مقام دوم قرار می گیرد. با اینکه آذربایجان غربی منطقه حاصلخیز، ثروتمند و پرجمعیت است، ولی به خاطر اینکه زبان فارسی زبان اجباری آموزش در مناطق است، نتوانسته به حد کافی پذیرش عمومی داشته باشد. من خود به یاد دارم که در دوره ابتدایی بسیاری از همکلاسی های من به خاطر سختی آموزش زبان فارسی ترک تحصیل کردند و به کارهای ساده و کارهای دستی و کارگری مشغول شدند، در حالی که دیگران توانستند به تحصیلات خود ادامه بدهند و به مدارج عالی برسند و موقعیت اجتماعی برتری را کسب بکنند. بنابراین آموزش به زبان مادری شرط اول برای ترقی اجتماعی است و این یک حق است و دولت مجبور است حق ملل غیر فارس برای آموزش به زبان مادری را به رسمیت بشناسد. پانیرانیست ها و طرفداران ژنوساید فرهنگی معتقدند که زبان ترکی توانایی در واقع مقابله با زبان فارسی را ندارد و چند شعر از شاهنامه را مثال می آورد و این امر درست مغایر آن چیزی است که در واقعیت اتفاق می افتد. جمهوری اسلامی با ایجاد مانع در مقابل آموزش زبان مادری به ویژه زبان آموزشی آذربایجانی ها، به دست خود آذربایجانی ها را برای یاد گرفتن ترکی استانبولی و یا تحصیل در آذربایجان شمالی تشویق می کند. اگر دولت جمهوری اسلامی از آموزش به زبان مادری بیش از این در آذربایجان جلوگیری بکند، آذربایجانی ها بیکار نخواهند نشست. با یادگیری زبان ترکی استانبولی و همچنین زبان و خط آذربایجان شمالی عملا راه خود را
از سیاست حکومت مرکزی جدا خواهند کرد. نتیجه آن شکست بزرگی برای حکومت مرکزی در ایران خواهد بود که به دست خود عملا بقای فرهنگی موجود را به هم می‌زند، تعادل فرهنگی را از بین می‌برد و غیر فارس زبان‌ها را تشویق می‌کند که با همزبانان خودشان در آن سوی مرزها ارتباط فرهنگی برقرار بکنند و در آنها در واقع با آنها همزبان و هم فرهنگ و هماهنگ بشوند و این مشکلات جدی برای زبان فارسی نیز به وجود خواهد آورد، زیرا زبان فارسی همواره از زبان ترکی و عربی آریت گرفته و خود را کامل کرده است. امروز که در واقع زبان ترکی و زبان عربی در ایران زبانهای غیر رسمی محسوب می شوند و آموزش آنها ممنوع شده است، خود زبان فارسی نیز از این گذرگاه آسیب می بیند و دیگر نمی تواند از زبانهای قدرتمندتر ترکی و عربی لغت به آریت بگیرد و خود را کامل کند. مجبور است به سرسازی یا مراجعه به لغات مرده قدیم، به قول پانترکیستا ایران باستان مراجعه بکند، لغاتی که با فرهنگ و تمدن امروزی به هیچ وجه سازگاری ندارد و نمیتواند به غنای فرهنگی کمک بکند. ترجمه لغات بین المللی به لغات نامفهوم فارسی مندرآوردی نیز یک در واقع درد دیگری برای مشکل زبان در ایران است. فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی عملا به بهانه مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب لغات بین المللی را به صورت نامفهومی ترجمه می کند و به نوعی نسل جوان را از آموزش فرهنگ جهانی محروم می کند. به امید روزی که فردا هر دانش آموزی بتواند و حق این را داشته باشد که به زبان مادری خود پشت نیمکت مدرسه بنشیند و از رفتن به مدرسه احساس لذت بکند. هموطنان عزیز، در اینجا صحبت امروز من به پایان میرسد. تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم. شاد و تندرست باشید.